سلام، شب شما بخیر. خوش آمدید به خبرهای ساعت 8 شب از تلویزیون بیگ. امروز جمعه 26 ثور سال 1399 هجری شمسی است که برابر می شود با 15 می 2020 میلادی. اکنون سرخط خبرها. راه اندازی کمپاین برای پاکسازی شهر شبرقان از کثافات. بازداشت شدن 15 تن در کابل در پیوند به جرم های جنایی. و در اخیر هم هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره ویروس کرونا. سونیا آیدین هستم با مشروع خبرهای این ساعت. اداره محیط زیست ولایت جوزجان با همکاری ریاست شهرداری و فعالین جامعه مدنی این ولایت برنامه ای را به منظور پاکسازی شهر از کثافات را اندازی کردند. رئیس ریاست محیط زیست ولایت جوزجان می گوید این برنامه را به منظور پاکسازی شهر از کثافات و جلوگیری از گسترش امراض در بین مردم را اندازی کردند. اداره محیط زیست ولایت جوزجان با همکاری ریاست شهرداری و فعالین مدنی این ولایت برنامه ای را به منظور پاکسازی شهر از کثافات را اندازی نمودند. خجسته قیام تلاش رئیس اداره محیط زیست این ولایت در مصاحبه با تلویزیون بیگ گفت آنها به منظور پاکسازی محیط زیست و جلوگیری از شیوع و گسترش امراض به خصوص ویروس کرونا این برنامه را راه اندازی نمودند. تا یک سو از گسترش شیوع و اقسام امراض جلوگیری شود و از طرف دیگه یک اندازه کار سهل و آسان شود برای پرسنل محترم شهرداری که اینا میاین موزه بالاها را جمع میکنند. پس حتمی و ضروری است که خود مردم هم همکار باشند، یعنی اونا منتظر از این نباشه که کارمندای شهرداری بیایه و زباله‌ای که اونا تولید میکنه و تیت و پراگنده او را جمع بکنه و او هم در یکم شرایط خیلی ها اساس. به گفته رئیس محیط زیست این ولایت نبود کثافت‌دانی ها در داخل و اطراف شهر باعث گسترش امراض می شود. شما قسمی که خودتان شاهد هستین در یک قسمت های از شهر ما شما زباله‌دانی ها هست، ولی در یک قسمت های دیگه از شهر ما نیست. متاسفانه این موقعیتی را که امروز ما نقطه آغازین خود قرار داریم قرار دادیم، در اینجا هم زباله‌دانی ها نیست که باید باشه، چرا که تجمع زباله ها خود باعث تخریب و فرسایش خاک میشه، خود باعث تولید انواع و اقسام از امراض میشه. شماری از فعالین مدنی این ولایت که در این برنامه اشتراک کرده بودند را اندازی این چنین برنامه ها را به منظور پاکسازی شهر از کثافات و آلودگی ها مؤثر می دانند. فعالین مدنی و شهروندان شهر شبرقان که در اقدام نیک و سازنده و بالنده امروز تانستند حداقل کار و رسالت اجتماعی که داشتند ادا کردند و امروز آمدن تا در این شرایط اساس که ما شاید وضعیت اسفباری کرونایی هم هستیم، خواستن آمدن و زباله‌های شهر اینا پاککاری بکنن که یک اقدام بجا و سودنی است. چنین برنامه هایی باید بگویم که اینا این برنامه تاثیر خاص خود داره، نه تنها اینجا، یعنی در هر جایی که چنین برنامه گرفته میشه خیلی تاثیرات خود داره. مثلا به طور مثال اگر امی کوچه را مد نظر بگیریم که ما امروز اینجا رو پاککاری کردیم، یعنی واقعا پیش از پاککاری اگر ما اینجا رو میدیدیم بیخی یک وحشت بود، یعنی همسایه ها همه گی که تمام همسایه که اینجا زندگی میکردن هر روز جنگ، یعنی میگفتن که اینجا ما از طرف شب بخصوص اصلا ما زندگی کرده نمیتونیم، اصلا ما نفس کشته نمیتونیم. در ادامه این برنامه از سوی ریاست محیط زیست این ولایت برای شماری از خانواده ها به خاطر یک جا انداختن کثافات خریده های پلاستیکی نیز توزیع شد. در یک درگیری نیروهای امنیتی با گروه طالبان در ولایت جوزجان 7 تن از افراد این گروه کشته و زخمی شدند.
سخنگوی مقام ولایت جوزجان به تلویزیون بیک میگوید گروه طالبان شب گذشته بالای پوسته های نیروهای امنیتی در ولسوالی آقچه این ولایت حمله کردند که در اثر درگیری 4 تن از افراد طالبان کشته شده و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. حمله تهاجمی گروه طالبان از ولسوالی آقچه جوزجان با کشته و زخمی شدن 7 تن از افراد گروه طالبان عقب زده شده است. عبدالمعروف آذر سخنگوی والی ولایت جوزجان با تایید این رویداد می گوید گروه طالبان شب گذشته بالای پوسته های امنیتی در ولسوالی آقچه این ولایت حمله نمودند که در نتیجه این رویداد 4 تن از افراد گروه طالبان کشته و 3 تن دیگرشان زخم برداشته است. به گفته سخنگوی والی این ولایت، این درگیری بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان چندین ساعت طول کشیده. در ادامه 2 تن از افراد نیروهای امنیتی کشته و 1 تن دیگرشان زخم برداشته است. نیروهای امنیتی ما در هر حالت آماده دفاع از وطن هستند، دفاع آماده هستند که از وجب خاک حفاظت حراست بکنند و در چوکات فعال دفاعی با تمام معنا مخالفین مسلح دولت را شکست میدن. همین گونه ای که شما شاهد یزدی هستند، بارها حملات تهاجمی مخالفین مسلح دولت توسط نیروهای امنیتی معاقب زده شده. گفته می شود در این رویداد به افراد ملکی هیچ آسیبی نرسیده است. گروه طالبان تا اکنون در این مورد ابراز نظری نکردند. ولسوالی آقچه جوزجان یکی از ولسوالی های بزرگ و مهم این ولایت به شمار می رود که در این اواخر گروه طالبان حملاتشان را در بخش های این ولسوالی به منظور آماج قرار دادن نیروهای امنیتی گسترش دادند. 15 تن در پیوند به جرم های جنایی از سوی پلیس کابل بازداشت شدند. وزارت امور داخلی کشور با پخش خبرنامه ای می گوید منصوبین پلیس در کابل با راه اندازی چندین عملیات 15 تن را در پیوند به جرم های جنایی از نقاط مختلف این ولایت بازداشت نمودند که از نزد افراد بازداشت شده 4 میل سلاح و فی اراده موتر سرقت شده به دست پلیس آمده است. 15 تن در پیوند به انجام جرایم جنایی از نقاط مختلف کابل بازداشت گردیده است. وزارت امور داخلی کشور با نشر و پخش اعلامیه گفته است منصوبین پلیس کابل با راه اندازی چندین عملیات جداگانه در 2 روز گذشته 15 تن را در پیوند به جرایم جنایی از نقاط مختلف کابل دستگیر نمودند. در خبرنامه آمده است این افراد را منصوبین پلیس کابل در پیوند به انجام جرایم جنایی از جمله سرقت وسایل نقلیه، سرقت اموال دکان، اخلال امن نظم عامه، انتقال سلاح‌های غیرقانونی، کیسه‌بری و رهزنی از نقاط مختلف شهر کابل و ولسوالی های میربچه‌کوت و ده سبز این ولایت بازداشت نمودند که از نزد افراد بازداشت شده 4 میل سلاح و 1 اراده واسطه سرقت شده به دست پلیس آمده است. اکنون هم خبرهای خارجی این ساعت. رویترز در گزارشی گفته که یک کشتی حامل سوخت از ایران راهی ونزوئلای بحران زده است. این نفتکش که پرچم ایران را دارد حامل بنزین است و اواخر ماه مارس در بندر عباس بارگیری شده و اکنون کانال سوئز را رد کرده است. این نفتکش اندازه متوسط می تواند تا حدی به مشکل روزافزون تامین بنزین در ونزوئلا کمک کند. ارسال یک کشتی حامل نفت از سوی ایران به ونزوئلا تازه ترین مورد از همکاری این دو کشور عضو اوپک است که تحت تحریم های امریکا قرار دارند. رویترز در گزارش با استفاده از داده های ریفینی تو آیکان وبسایت مسیریاب کشتی ها گزارش داد که یک کشتی حامل سوخت از ایران راهی ونزوئلای بحران زده است. این نفت کش که پرچم ایران را دارد حامل بنزین است و اواخر ماه مارس در بندر عباس بارگیری شده و اکنون کانال سوئز را رد کرده است. این نفت کش اندازه متوسط می تواند تا حدی به مشکل روزافزون تامین بنزین
بنزین در ونزوئلا کمک کند. ارسال یک کشتی حامل نفت از سوی ایران به ونزوئلا تازه‌ترین مورد از همکاری این دو کشور عضو اوپک است که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند. از اواخر ماه گذشته میلادی هم ایران با ارسال چندی هواپیما حامل مواد مورد نیاز تعمیر یک پالایشگاه نفتی بزرگ در ونزوئلا زمینه برای فعالیت مجدد این مجموعه فراهم کرده است. این پالایشگاه ونزوئلا ظرفیت تولید 310 هزار بشکه نفت را در روز دارد. پالایشگاه های ونزوئلا به سبب عدم سرمایه گذاری و فقدان تعمیر و نگهداری مناسب با مشکل مواجه شده اند. ایالات متحده شرکت دولتی نفت ونزوئلا را در جریان اقداماتش برای سرنگونی نیکولاس مادرو رئیس جمهور این کشور تحریم کرده است. سازمان بهداشت جهانی هشدار داده است که ویروس کرونا باعث یک اپیدمی جهانی شده ممکن است هرگز ناپدید نشود. دکتر مایک رایان مدیر امور اضطراری این سازمان در کنفرانسی علیه هر گونه پیش بینی در مورد زمان ناپدید شدن این ویروس هشدار داد. او افزود که حتی اگر واکسینی برای این ویروس کشف شود، کنترل آن نیازمند یک تلاش عظیم خواهد بود. سازمان بهداشت جهانی WHO هشدار داده است که ویروس کرونا عامل بیماری کووید 19 که باعث یک اپیدمی جهانی شده ممکن است هرگز ناپدید نشود. دکتر مایک رایان مدیر امور اضطراری این سازمان در کنفرانسی در روز چهارشنبه علیه هر گونه پیش بینی در مورد زمان ناپدید شدن این ویروس هشدار داد و افزود که حتی اگر واکسینی برای این ویروس شود، کنترل آن نیازمند یک تلاش عظیم خواهد بود. بنابر گزارش ها تقریبا 300 هزار نفر در جهان در اثر عوارض ابتلا به این ویروس درگذشتند و بیش از 4,300,000 نفر هم به آن مبتلا شده اند. دکتر رایان در کنفرانس ویروس کرونا در ژنو گفت مهم است این موضوع را مطرح کنیم. این ویروس ممکن است تبدیل به یک همگیری بومی اندومی در جامعه ما شود و هرگز ناپدید نشود. دکتر رایان سپس گفت باور ندارد که کسی میتواند زمان ناپدید شدن این بیماری را پیش بینی کند. در حال حاضر کار برای ساخت حدود 100 واکسین بالقوه در جریان است، اما دکتر رایان اشاره کرد که بیماری های دیگری مانند سرخک هستند که علارغم وجود واکسین ریشه‌کن نشده اند. کمیسیون اروپا رفع تدریجی موانع مرزی را در تلاش برای تشویق گردشگری که به شدت در همه‌گیری ویروس کرونا آسیب دیده پیشنهاد کرده است. پائولو جنتیلونی کمیسر امور اقتصادی گفته پیام ما این است که امسال تابستان فصل گردشگری خواهیم داشت، حتی در صورتی که تدابیر امنیتی و محدودیت‌ها برقرار باشد. اتریش و آلمان تازه ترین کشورهای اتحادیه اروپا هستند که با برداشتن محدودیت های سفر موافقت کردند. از روز جمعه بازرسی مرزی در گذرگاه ها شروع خواهد شد و بعد از روز 15 جون تردد آزادانه از سر گرفته خواهد شد. سباستیان کورتز صدر اعظم اتریش گفت ما می خواهیم زندگی روزمره را برای مردم راحت تر کنیم و گام دیگری به سوی عادی سازی برداریم. در بریتانیا مسافران در صورت انجام سفرهای خارجی باید انتظار قرنطینه 2 هفته‌ای را داشته باشند، اما سفر بدون قرنطینه به فرانسه و ایرلند ممکن است. یکی از نشانه های ابعاد بحران جاری اعلامیه شرکت عظیم مسافرتی تویی است که گفته 8000 شغل را حذف خواهد کرد و قصد کاهش 30% هزینه ها را دارد. دولت آلمان یک وام کوتاه مدت 1.8 میلیارد یورویی داده است تا روی پا بماند. کمیسیون اروپا گفت چراغ راهنمایش برای بازگشایی دو اصل حفظ ایمنی و عدم تبعیض است. توریسم تقریبا 10% تولید اقتصادی اروپا را به خود اختصاص می دهد و میلیون ها شغل در 27 کشور عضو به گردشگری وابسته است. این رویکرد مرحله به مرحله ابتدا با دادن مجوز عبور به کارگران فصلی شروع خواهد شد و پس از آن محدودیت سفر میان کشورهایی که ویروس در آنها به یک اندازه کنترل شده برداشته خواهد شد. حذف کلیه موانع میان مرزهای داخلی اتحادیه اروپا مرحله بعدی خواهد بود.
اتریش و آلمان تازه ترین کشورهای اتحادیه اروپا هستند که با برداشتن محدودیت‌های سفر موافقت کردند. از روز جمعه بازرسی مرزی در گذرگاه‌ها شروع خواهد شد و بعد از روز 15 جون تردد آزادانه از سر گرفته خواهد شد. سباستیان کورت صدر اعظم اتریش گفت ما می‌خواهیم زندگی روزمره را برای مردم راحت تر کنیم و گام دیگری به سوی عادی سازی برداریم. در بریتانیا مسافران در صورت انجام سفرهای خارجی باید انتظار قرنطینه 2 هفته‌ای را داشته باشند. اما سفر بدون قرنطینه به فرانسه و ایرلند ممکن است. یکی از نشانه های ابعاد بحران جاری اعلامیه شرکت عظیم مسافرتی تویی است که گفته 8000 شغل را حذف خواهد کرد و قصد کاهش 30% هزینه ها را دارد. دولت آلمان یک وام کوتاه مدت 1.8 میلیارد یورویی داده است تا روی پا بماند. کمیسیون اروپا گفت چراغ راهنمایش برای بازگشایی 2 اصل حفظ ایمنی و عدم تبعیض است. توریسم تقریبا 10% تولید اقتصادی اروپا را به خود اختصاص می دهد و میلیون ها شغل در 27 کشور عضو به گردشگری وابسته است. این روی کرده مرحله به مرحله ابتدا با دادن مجوز عبور به کارگران فصلی شروع خواهد شد و پس از آن محدودیت سفر میان کشورهایی که ویروس در آنها به یک اندازه کنترل شده برداشته خواهد شد. حذف کلیه موانع میان مرزهای داخلی اتحادیه اروپا مرحله بعدی خواهد بود.